بشم هشم در پاسخ می فرماد ادونای اوز لامو ایتن ادونای یوارخ اتمو و شالوم که خداوند اوز قدرت میده به قومش ادونای اوز لامو ایتن خداوند قدرت میده به قومش این نظر قدرت اما در کنار قدرت یک برخای دیگه هم خداوند به انسان میده ادونا یوارخ ات امو خداوند برکت میکنه قومش را به شالوم با صلح یعنی شالوم رو ما هرچی ترجمه بکنیم سلامتی آرامش آسایش صلح شالوم رو هرچی ما ترجمه بکنیم اصل برخایی که خداوند به ما میده ادونای اوز لامو ایتن از نظر ییتن دادن خداوند قدرت میده اما قدرتی که برای انسان صلح بیاره بیشتر باعث درد سر و ناراحتیش و کشمکش و زد و خورد و برخوردش با دیگران نشه بهترین بزرگترین ماشین هم شخص داشته باشه ولی اگر قرار باشه از یه جای باریک باید رد بشه که هر دفعه یا اون به دیوار میخوره یا دیوار به اون میخوره هر موقع باید حواسش رو شیشتونگ جمع بکنه راحت نمیتونه تو هایوی تو خیابون فراخ و پهن رانندگی بکنه هر دفعه رانندگی این ماشین عظیم براش چیه؟ درد سره در نتیجه خداوند قدرت میده به ما قدرت فکری، قدرت مقام، قدرت احترام، قدرت مالی، قدرت عقل، قدرت خانواده هر قدرتی از جانب هشم به انسان داده میشه ادونای اوز لامویتن اما همراه این قدرت چی باشه؟ ادونای یوارخ اتمو و شالوم که صلح هم در کنار این قدرت باشه در نتیجه چه بسا خیلی از قدرت‌های بدون صلح تازه بیشتر باعث شکست شخص میشه و خیلی از آرامش‌ها و آسایش‌ها از شخص گرفته میشه صرفاً به خاطر قدرتش چرا؟ چون به خاطر اینکه متاسفانه قدرت یک حالت ضعفی داره نقطه ضعفی داره که قدرت نمیتونه یک قدرت دیگه رو در کنار خودش حس بکنه اگر قرار باشه هیچ رقابتی بین قدرت ها نباشه هیچ قدرت نمایی اگر قرار باشه نباشه اصل قدرت اینجا معلوم نمیشه اگر هیچ زغالی بهش باد نزنن معلوم نمیشه چقدر گرمه چقدر آتش داره چقدر شعله داره قدرت باید با یه قدرت دیگه همیشه همتراز و رقابت باشه تا این قدرت معلوم بشه در نتیجه موقعی که خانواده شروع میکنه به برپا شدن اگر برپای قدرت اون خانواده پایگذاری بشه همیشه تا آخر عمر این خانواده در رقابته در مقایسه در کشمکشه که کی پیروز شد در انگلیسی دو کلمه هست You might be right انسان میتونه حق باش باشه تو زندگی But you might not be correct اما شاید طریقه رسیدن به حقوقت صحیح نباشه مثالی که میارم یه بادکنک موقعی که درش باده ما به دو طریق میتونیم باد این بادکنک رو خالی بکنیم یا اینکه گره بادکنک رو باز کنیم هر هوایی که اون تو هست بره بیرون یا اینکه یک سوزن یک میلیمیوم میلیمتر به کوچکی بگیریم بنگ بزنیم به اون بادکنک کاملا میترکه و هواش خالی میشه کدوم طریق سریع تر ما به نتیجه رسیدیم؟ سر سوزن کدوم طریق صدمه بیشتری وارد کرد؟
سر سوزن. چرا؟ چون بادکنکی که ما گرهشو باز میکنیم هنوز میتونیم در اون بادکنک باد بزنیم و مصرف بکنیم به اندازه‌ای که میخواییم، اما به معنی اینکه از سر سوزن استفاده کردیم دیگه اون بادکنک غیر قابل استفاده است. اگر روحیه یا غرور یا قدرت بچه‌مون، همسرمون، شوهرمون، اطرافیانمون رو خواستیم مهار بکنیم به جای اینکه گره رو باز بکنیم که یک مقدار غرورشون بیاد پایین، یک مقدار گوش شنوا داشته باشن، اومدیم برای سرعت به نتیجه برسیم و سر سوزن استفاده کردیم و اونها رو در هم شکوندیم با تحقیر، باد رو خالی کردیم، غرور اونها رو مهار کردیم، اما دیگه اونا تو زندگی ما نمیتونن جای داشته باشن، چون خاطر اینکه اون رو لایه محافظ رو هم همراه هواش اون بادکنک با هم ترکوندیم، ریلیشنشیپمون رو چیکار کردیم؟ از دست دادیم. به همین دلیل پاسخ میگه خداوند قدرت میده به ما، ادونای عزل امایتن، قدرت میده به قومش، اما این قدرت رو با یک محافظ همراه میکنه و اون چیه؟ ادونای یبارخ ات امو و شالوم. خداوند برکت میکنه قومش رو با صلح، قومی که بتونه همراه با صلح این قدرت رو داشته باشه. به همین دلیل در پاراشای هفته، پاراشای ناسو، اون 15 براخایی که خداوند به قوم اسرائیل توسط کهنیم رو در هر تفیلا به ما میده رو میخونیم، که خداوند دستور میده به کهنیم در این پاراشا کوت وارخود بنه اسرائیل این چنین برکت بکنید قوم اسرائیل رو، یه وارخ خواه هشم و ایشمره خواه برکت بکند، خداوند نگهدار تو باشد، یائر ادونای پانا وله خواه رویش را خداوند به تو نمایان بکند، یائر ویحونه که و تو رو مورد لطف آبروی خودش قرار بده، و یاسم یسا هشم پانا وله خواه رویش را بلند بکنه به سوی تو، و یاسم لخا شلوم و قرار بده در تو برای تو صلح. از یه وارخ خواه شروع شد اما به کجا خاتمه داد؟ شلوم. حامی میفهمان شلوم صلح کلی محزیک براخای، یک ظرفیه که براخایی رو در خودش جا میده. خیلی از بچه ها هستن میان کنیسا که آب نبات جمع کنن اما بعضی هاشون با بگو زنبیلو از خونه میان که کاملا هرچی میتونن جمع بکنن. بعضی هاشون هم هستن خیلی ساده عامیانه با شلوار خودشون میان که دوتا جیب داره، اما این بچه با شلوارش، اون بچه با زنبیلش، موقعی که میان آب نبات جمع بکنن، موقعی که میان خونه میبینن اون کسی که با شلوار دو تا جیب شلوار اومده پره، ولی اونی که با زنبیل اومد خالیه، چون بخاطر این که اون با زنبیل سوراخ اومد، چون با اینکه ظرفیتشو داشت که بیشتر از اینا جمع بکنه، ولی چون زنبیلش سوراخ بود همه رو از دست داد. اون با دو تا جیب کوچیک اومد، ولی چون تهش بسته بود حفظ کرد حتی اون یکی دوتایی هم که جمع کرده بود. کسی که صلح داره تو زندگیش زنبیلش سوراخ نیست، از کمال امکاناتش و نعماتی که خداوند، براخایی که خداوند در زندگیش قرار میده کاملا حفظ و حراست میکنه و میبینه که خدا رو شکر داراییش به جا، خانوادهش به جا، شهرتش به جا، کسب و کارش به جا، خدا رو شکر سلامتیش به جا، هیچ جای کمبودی یا روزنه فراری برای براخاییش نمیبینه تو زندگی، نعماتی که خداوند داده رو به خوبی استفاده میکنه. اما اگه زنبیلی سوراخ باشه، هزاران هزار آب نبات همون تو بریزن، چون زنبیل سوراخه، چون صلح
در زندگی شخصی رفته رفته اینا رو از دست میده. یک روزنه فراری پیدا میشه که یک باره به خودش میاد که تمام اون حبابی که خوابی که در خیالش بود که این همه من خدا رو شکر این دارم اون دارم، یه باره نگاه میکنه ببینه هیچ آب نباتی توی زنبیلش باقی نمونده. چرا؟ چون با این دعوا، با اون زد و خورد، با این بحث، با این گفتگو، با این که حقم با اونه، همه دارن حق اون رو پایمال میکنن، ولی هنوز صلح رو برقرار نمیکرد برای رسیدن به حقش. درنچه در پاسو میگه صدق صدق تردف، عدالت عدالت رو دنبال بکن. و همین توضیح میدن چرا دوبار میگه عدالت عدالت صدق صدق، حتی برای برقراری عدالت هم عدالت رو رعایت بکن. درسته که طرف حق تو خورده، ولی عدالت رو برای حتی عدالت هم رعایت بکن که بیش از اون چیزی که لازمه خونشو نریزی، بیش از اون چیزی که لازمه آبروشو نبره، بیش از اون چیزی که لازمه پافشاری نکنی و تحقیر و کوچیکش و محکومش نکنی. صدق صدق تردو، حتی برای برقراری صدق عدالت هم صدق عدالت رو دنبال بکن. به همین دلیل در پاسخ میفرماد یه بار خواهشن و ایشمره خواه، برکت میکنه خداوند تو رو، اما و ایشمره خواه، خودش هم کمک میکنه که این براخاییت پا بر جا بمونه. به چه شرطی؟ و یاسم لخا شالوم، موقع که صلح رو در تو قرار میده اون براخایی که بد داده رو نگه میده. و همین بارها در این مورد توضیح دادن که هیچ کسی از این نیسایون به دور نیست. هر کسی این آزمایش و این نیسایون رو تو زندگیش داره که چطور بتونه از این براخایی که خداوند بهش داده با صلح بتونه محافظت بکنه. با جنگ آدم بخواد با از براخاییاش محافظت بکنه آسونه، اما اینکه با صلح، با تمکین، با گذشت چطور بتونه از براخایی که خداوند در خونش در زندگیش قرار داده حفظ و حراست بکنه، اون مهمه. اون یک نیسایونه که تا چه حد بخواد دندون رو جگر بذاره، تا چه حد بتونه صبر و شکیبایی داشته باشه، تا چه حد بتونه بشنوه و جواب نده، تا چه حد هنوز به فال نیک طرف رو بخواد قضاوت بکنه. اون نیسایونه که چطور انسان و یا سملخا شالوم رو، صلح رو استفاده بکنه برای محافظت و ایشمرخا از یبارخخا، از برکت که خداوند در زندگی انسان قرار میگذاره. به همین دلیل تنها کسی که میتونست این براخایی رو به ما بده اهرون حکاهم بود و طایفه اهرون، چون اهرون تو زندگی خارج از کنیساش، تو زندگی خارج از بیت المقدسش صلح رو دنبال میکرد. اوهب شالوم و رودف شالوم بود و اوهب تبریوت و دوست داشت مخلوقات رو، اون کروان لتورا و اونها رو نزدیک میکرد به تورا. چون در خارج از کنیسا اوهب شالوم و رودف شالوم بود، خدا من گفت پس تو کنیسا هم میتونی تو سمتی داشته باشی، تو بیت المقدس هم میتونی سمتی داشته باشی. اما اینکه انسان چون تو کنیسا یه نفر رو میبینه که دولا راست میشه، اون بگه پس این میتونه کسی باشه که خارج از کنیسا هم میتونه خوب دولا راست بشه، سنجش برعکس اونجوری. اگر خارج از کنیسا هنوز میتونه آزمایشات زندگی رو خوب طی بکنه، توی کنیسا هم میتونه این آزمایشات رو طی بکنه. مثل کسی که توی بیمارستان هیچ موقع بیمار نمیشه، خب معلومه چون اونجا سورس چشمه بهداشت و سلامتیه، اما خارج از بیمارستان یک آن نگذشته زودی یک باکتری، یک ویروسی، یک اپیدمی. انسان باید از بیرون سورس شالوم باشه تا بتونه شالوم رو در تو هم بتونه بیار. و هم در تنها کندیدیتی که خدا من پیدا کرد که بود اهرون و نسل اهرون، اوهف شالوم و رودف شالوم. و من و شما هم میتونیم این سمت رو داشته باشیم.
اگر میبینید کسی تمکین میکنه توی خانواده و همیشه سعی میکنه که صلح برقرار باشه، برید ازش برخایی بگیرید. اونم اون قدرت رو خداوند بهش داده که برخایی بده. کسی که شالوم درش هست میتونه این شالوم رو انتقال بده، چون شالوم اون همراه با چیه؟ برخایی هشه. در نتیجه با چه افرادی انسان تو زندگی باید رفت آمد داشته باشه؟ کسایی که با چنگ و دندون از حق خودشون دفاع میکنن نو مدر واد و هیچ کسی نمیتونه حقشون رو پایمال بکنه، اینا آدم های زرنگی هستن. بریم از اینا یاد بگیریم ما هم زرنگ باشیم، یا اینکه با اشخاصی که آروم، تمکین، گذشت، صبور، شاید کسی سرصداشون رو نفهمه، شاید هیچ نوع مدالی و دیپلومی هم تو خونهشون آویزون نباشه، ولی اشخاصی هستن که شالوم رو همیشه برقرار میکنه و برخای هشم در اونجا هست. در میگه مبادا که گول زرق و برق و هیاهو شخصی یا اشخاصی رو بخورید و فکر کنید که با اینها همراه شدن، همسفر شدن، دوست شدن میتونه انسان رو به قله پیشرفت برسونه. چه بسا اون قله یک دره در انتها داره، که چه بسا از خصلت پرخاش کن، از خصلت خشن، از خصلت بحث و بعل محلوکتی که هست میتونه در زندگی شخص تأثیر بگذاره. به همین دلیل اگر دیدین خانواده‌ای دعواشون رو خواستن پیش شما بیارن، اولین کاری که میکنین از قفل و از کلیدتون کمال استفاده رو بکنید، پنجره هم رو قفل کنید، بگید ساری ما نیستیم تو اون درجه ای که بخوایم دعوای خانواده ای رو حل بکنیم، چون تأثیر اون اخلاقیات خشنی که توی دعوا پیش میاد امکان داره مصری باشه تو زندگی شخص تأثیر بگذاره. هستن اشخاص وکیل، اشخاص دادرس، اشخاص مریج کانسلر، اشخاص بدین، موضوع مالی، موضوعی هر موضوعی هست میتونین با وقت قبلی قشنگ، مثل کسی که میره دکتر همینطور هم میره قشنگ وقت قبلی میگیره از بدین، میگه ما دو تا کیس داریم، چند تا کیس داریم، این موضوع پیش اومده، اینم مدارک، قشنگ میشینن بررسی میکنن، هم ازتون هم حقو به شما میدن، هم یه چکی ازتون میگیرن و اینجوری به خوبی همه راضی از پیش قاضی میان بیرون. مفتی مفتی آدم بخواد اینوال بشه از زن و بچه و خانوادهش، بعدش هم مصری از دعوای اونا تو خانواده خودش هم سرایت بکنه، هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه. این هیچ نوع دلسوزی بر اشخاص نیست. در نتیجه تورا داره میگه اوهب شالوم رودف شالوم. اگر میخواید برخای یه وارخ خاطر زندگیت باشه، هشم یه وارخ اتم و بشالوم، اون شالوم رو سعی کن هم برای خودت هم برای دیگران بخوای که بتونه به خوبی اون برخای قرار بگیره. این یه نکته مختصر و مفید بود که با همدیگه در مورد برخای کهنیم، برکت کهنیم با همدیگه مرور کردیم. اما یک بحث دیگه که در پاراشای هفته، پاراشای ناسوس، افتتاحیه میشکانه. افتتاحیه میشکان خونه خداوند در چه روزی اتفاق افتاد؟ اول ماه نیسان. خداوند گفت ماه نیسان ماه نجاته، میخوام ماه افتتاحیه به تمیق داشت و میشکان خونه منم باشه. در اینجا از روز اول ماه نیسان شعبت یهودا قربانی آورد، ماه دوم یساخار، ماه سوم زبولون، الی آخر تا شعبت بنیامین، 12 شعبت تو 12 روز قربانی آوردن به عنوان افتتاحیه. و اگر نگاه بکنید تو متن تورا همه این شباتیم یک منیو، یک ترتیب قربانی آوردن. و سوال اینجاست که چرا باید تورا جز به جز هر شعبت رو توضیح بده با اینکه تکراریه؟ یعنی تورا 11 بار تکرار میکنه که قربانی اول چی بود؟
مثل اینکه تو ایران عروسی ها نامزدی میرفتن یه بار 20 تا اتو میبردن، اینجا هم یک باره 12 شباتیم چیکار کردن؟ 12 شباتیم همون قربانی رو آوردن. آیا به نظر شما لازم بود که خداوند تو تورا تکرار بکنه؟ پس چرا تکرار میکنه؟ که میخواد تورا به ما یاد بده اصل نیت آورنده شرطه، نه چیزی که میاره. میتونه همون چیزی که دیروز اون یکی شبت آورد و بیاره، ولی نیت نحشان به نمینا دام با نتنل بن سوار با هر شبت دیگه فرق داره. در نتیجه انسان نگه که خب اگه قرار باشه همون سیدوری که بغلی من دست میگیره همون سیدورم من دست بگیرم، من پس چجوری برتر از اون باشم؟ بستگی نداره که چه سیدوری دستمونه، بستگی داره که چه قلبی و چه فکری داره این سیدور رو میخونه. چه میسوایی که انجام میدیم بستگی داره که چه فکری و چه قلبی داره اون میسوا رو انجام میده. نیت انسان شرطه، با چه نیتی انجام میده. در مورد استارپلره به توضیح میدن که ایشون یکی از ربانی بزرگ پدر هراب کانیفسی که در اسرائیل هستن، یکی از گادول هدورا. ایشون یک دامادی داشتن یا شارخواری داشتن به نام هراب هوروویس. موقعی که در هفته های ماه های آخر عمر استارپل رب هراب هوروویس داشت گمارا میخوند، یک باره بند سیسیت هراب گیر میکنه به صندلی یا هر چی پاره میشه. این همون آن تو کیسیسیتش بند سیسیت داشته، میاره و بند سیسیت هراب رو درست میکنه بدون این که اصلا پول چیزی مطرح باشه، اصلا کسی توقعی نداشته این کار انجام میده. بعد از چند ماه دیگه به بیمارستان میرم، بعد چند دیگه فوت میکنم و دیگه اصلا این بحث سیسیت و این اصلا دیگه پیش نمیره. تا اینکه سر 30 روز میشه و خانواده رو دعوت میکنن که چیزی که برای هراب مونده رو هر کسی به عنوان یادگاری یا ارث ورداره. کاپ کیدوشش رو میدن به یه نفر، اون گارتل چیزی که دورش میپوشیده به یه نفر دیگه، تفیلینش رو به نفر دیگه. به نظر شما سیستش رو به کی میرسه؟ به همون هراب هوروویت، کسی که بند سیسیت رو داده بوده، کسی که هر نیتی پاکی در این دنیا میکاره خودش هم درام میکنه. برای اینکه کیفشو بکنه خودش از اون نیت پاکی که کاشته و برای همسایش و برای دوستش داشته، خداوند همون نیت رو به خودش برمیگرده. به همین دلیل میگه خداوند داره اتفاقا میخواد بگه حتی اگر 20 تا شباتی من بودن، هنوز هشم تکرار میکرد که این 20 تا شباتی همون قربانی رو بودن. چرا؟ که میخواد بگه که کسی که هدیه رو میده، تفیلا رو میخونه، میسوار انجام میده، اون شرطه. نه چه سیدوری، با چه تفیلینی، با چه میسوایی. نیت قلبی ما شرطه که درونن چه شکلی، چه کانکشنی با خداوند داریم، نه فقط صورت ظاهر. اما پوینتی که لازم به گفتنه، اگر نگاه بکنیم در قربانی روز دوم که شبت یسحار آورد، دو بار تکرار میکنه هیکریو نتنل بن سوار، هیکریو ات قربانو. قربانی کرد نتنل بن سوار رهبر ناسی یسحار و هیکریو ات قربانو و نزدیک آورد یا قربانی کرد قربانیش را. حامی میفرمان در راشی چرا باید دوبار تکرار بکنه؟ با اینکه در هیچ کدوم از شباتیم دیگه نمیبینیم بنویسه هیکریو قربانی کرد، اینجا دوبار بنویسه. میگه چون بخاطر اینکه موقعی که یهودا شبت اول قربانشو روز اول آورد، خب گفتن یهودا، اما موقعی که روز دوم شد یکباره شبت رئوون گفتش که به ما برسه، ما حالا یعنی اول زاده پدرمون هستیم، از من گرفته شد داد به یهودا، ولی حداقل روز دوم به من میرسه. اما خداوند به مشربن و دستور داد
که یساخار که سمبل توراس اون بیاره قربانی رو. و حامیم از اینجا یاد میگیرم تا چه حد ارزش تلمید هاخان، ارزش تورا در خانواده و در جامعه بالاست که بعد از ملخ تلمید هاخان ارزش ارز ارجعیت داره در جامعه و این حد خداوند برای تلمید هاخان برای تورا ارزش قائله. و در مسخت مکوت میگه کما تیپشین، میگه چقدر کوته فکر هستن اشخاص که جلوی تورا سفر تورا بلند میشن اما جلوی تلمید هاخان که وارد میشه بلند نمیشن و میگن خب یه انسانه، در حالی که اصلا میگه ما برای اینکه جلوی تورا بلند بشیم از کجا یاد گرفتیم؟ از تلمید هاخان یاد گرفتیم، چون توی تورا میگه میپنه سوا تاکون، جلوی شخص سالمند بیس و حادر تا پنه زاکن، و شخص زاکن یعنی تلمید هاخام رو احترام بگذار. و از جو یاد گرفتن اگر شخص تلمید هاخام رو تورا میگه بعد احترام بگذار، خب سب البته که تورا هم رو بعد چکار بکنیم؟ احترام بگذاریم. میگه گمارا میگه با اینکه احترام تورا رو از احترام تلمید هاخام یاد گرفتیم ولی هنوز به تورا احترام میگذارن اما به تلمید هاخام احترام نمیگذارن. تورای اگر بیفته تعنیت میگیرن اما تلمید هاخام اگر تحقیرم بکنن هیچ کسی ارزشی یا احساسی نگرانی و خرج نمیده. به همین دلیل میگه یساخار میبایست و دوم بیاد چون ارزش تلمید هاخام به ارزش تورا رو داره. به همین دلیل کسی که سر میز نشستن از نظر هلاخا بعد به تلمید هاخام اول تعارف کرد که نبارخ بیرکت همازون رو بگه. حتی میگه موقعی که ما تورا در میاریم میبایست واقعا اول کی برخا رو بگه؟ تلمید هاخام باید بگه، ولی چون به خاطر صلح که کسی تو جامعه یا تو کنیسا بهش بر نخوره گفتن ترتیب رو حفظ کنیم کوهن، لوی و اسرائیل. ولی در واقع به کی میرسه همیشه رأس هر چیزی؟ به تلمید هاخام. و ما احترام شخص رو نمیذاریم، داریم احترام تورای شخص رو میذاریم. در نتیجه در گمارا در هلاخا میگه موقعی که به یک تلمید هاخامی بی احترامی میشه در بعضی اوقات حتی اگر خودش هم میخواد ببخشه اجازه نداره ببخشه، چون به توراش توهین شده نه فقط به شخصش. کسی که فقط پیرنش رو کثیف میکنن پیرن رو در میاره میده خوششوری، اما موقعی که هم این لکه یا این زخم هم پیرنش رو پاره میکنه و هم بدنش رو زخم میکنه دیگه is different. در نتیجه میگه انسان احترام تلمید هاخام رو در مسخ براخود میگه کسی که احترام تلمید هاخام رو میگذاره یا خودش تلمید هاخام میشه یا خداوند بچه های تلمید هاخام نصیبش میکنه یا دومادای تلمید هاخام. میگه کسی که با تلمید هاخام بیزینس میکنه که اون تلمید هاخام از کسبش یا از طریق معاملش یک روزی به دست بیاره، یعنی از خیرش به تلمید هاخام میرسه، در واقع داره برخای اون تلمید هاخام میاره کجا؟ تو زندگیش. به همین دلیل هاخامی میفرمون که ارزش تورا رو انسان باید همیشه بالا بگیر. اما تفسیر دوم که چرا میگه دوبار هکریب هکریب، چون میگه به خاطر اینکه شعبت یساخار نتعن بن سوار یک کانسپتی رو اینجا رعایت کرد و اون چی بود؟ که شد سلوهه و شد یک الگوی برای بقیه دهتا و اون چی بود؟ نگفت یهودا این سری قربانی ها رو آورده من بیام برمیسوام و حالا یه جور دیگه بگیرم، let me be different، منم فرق بکنم تو عبادتم تو قربانی آوردن. اگر قرار باشه همون قربانی که شعبت یهودا قبلی آورده، همون کیترینگی که قبلی استفاده کرده، قرار باشه منم همون کیترینگ و همون گل و همون موزیک و اینا باشه، نمیشه که. باید من فرق بکنم، have to be different، من فلان کسی رو دیگه میارم به جای این کسی، $10 بیشتر چارج میکنم، فلان تالا رو میگیرم به جای فلان،
و همین در لکوود، در علام هیشیوود، در دنیای یشیوه ها قدغنه که کسی خواننده بیاره برای عروسیش، فقط موزیک. قدغنه که ارکستر بیاره، فقط یه دیجی کیبورد پلیر. قدغنه که فیلم بردار بیارن، فقط عکاس. قدغنه که فلان منیو رو اوردر بدن، یک منیو یکسان برای هر جشنی. قدغنه که در حسیدیم بخوان برای نامزدی یا عروسی یا ازدواج فلان جولری رو بخرن، دو تا پیس و فلان پیس تعیین کردن، همگی گلوار همون رو رعایت میکنن که فرقی بین کسی نباشه که فلانی در فلان تالار گره، من دارم اینجوری میگیرم، دوست من فلان خواننده رو برد، میخوای من فلان خواننده رو بیارم؟ نه، پس به هم بزنیم. چه دعواها، چه ناراحتیها، چه عدم صلحها تو همون ابتدا به خاطر عوض، به خاطر قدرت نمایی پیش اومد که چقدر از این قدرتها و برخایها و صلحها رو با هم دیگه به دره برد، به پرتگاه برد. هیچ برخایی دیگه در اون خانواده یافت نشد و هنوزم که هنوز جر و بحث و دعوا دارن. کسی که از برخاییش به عنوان عوض، به عنوان قدرت استفاده نمیکنه، به عنوان شالوم برای برقراری آرامش و دلقراری که خدا رو شکر هشم اینو در اختیار ما گذاشت که میتونیم تا این حدم خدا رو شکر خرج بکنیم و مهیا بکنیم. هشم عوض لعمایی تن، چرا هشم قدرت میده؟ یه باره خدمه و شالوم که بهش آرامش بده، صلح بده، که دلش تو زندگی قرار داشته که بخواد عبادت هشم رو بکنه. یکی از ربانیم در دوره جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی اول که بنی اسرائیل در گتوها بودن، در محله ها بودن، در جواره ها بودن، تو اروپا، تو روسیه، تو دنیا و سطح لوکلاس بودن، میگفت کی میشه که جنگ ها بخوابه و اسرائیل ها بتونن با دل قرار یهودیت خودشون رو انجام بدن، کم و کسری نداشته باشن تو زندگی. اما میگفت بعد از اینکه دیدم، بعد از اینکه جنگ ها خوابید، بیزنس ها روغن رونق یافت و دیدم اول روی زمین کهپوش اومد، بعد روی کهپوش قالی اومد، بعد روی قالی قالی کوچیک دیگه اومد، دیدم اگر قرار باشه که هر چقدر این رونق و برخای بیشتر بشه، به جایی که بیشتر با دل قرار دیگه حواسمون به تورا باشه، دیگه بیشتر حواسمون به چی میشه؟ دکوراسیون خونه، دکوراسیون بیسمنت، دکوراسیون گلدون، دکوراسیون گاراژ، دکوراسیون ماشین، دکوراسیون ویلا، دکوراسیون فلان، اصلا دیگه تورا میره کنار. حالا هشم تام برخایه برای چی داده؟ که حواسمون دلمون قرار بشه عبادته رو بکنیم. بیشتر و بیشتر هی آلوده دکوراسیون میشیم و هی به از آرایش و تزکیه نفس خودمون میکاهیم، به آرایش و تزئین سنگ و سخالا میپردازیم. و همین دل میگه عظمت شوت ییساخار این بود که گفت قبلی همین قربانی آورده، منم همین قربانی میورم. حتی برای هشم افتتاحیه میشکان هر چقدر بخوام برای هشم خرج بکنم، این طریقه عبادت هشم به احترام خودمون بالا بردن نیست، به احترام هشم رو بالا بردنه. این که هشم دل شکمه یه گرسنه یا سیر بکنه با شادی که داره، اون داره قدوسیت رو در شادیش راه میده. و همین دلیل در قدیم یک میز بود تنها جدا معین برای فقرا و یتیما. هر جشن عروسی هر چیزی بود میدونستن که این میز مال فقرا، مال یتیما، مال نیازمندانه. بدون دعوت میامدن میخوردن و سیر میشدن و میرفتن. تا این حد همراه با هر شادی که داشتن یک میسوا و قدوسیت هم به خودشون اضافه میکردن. به همین دلیل شرط عبادت هشم چیه؟ نه اینکه به ظاهر من با دیگران فرق داشته باشم، اینکه در باطن خودم با خودم از دیروز فرق داشته باشم، که آیا am I a different person
آیا من شخص دیگری هستم بعد از این تفیلایی که خوندم، بعد از این تفیلینی که گذاشتم، بعد از این میسوایی که انجام دادم؟ Am I a different person؟ آیا خودم درونن فرق میکنم؟ نه اینکه نسبت بر مقایسه با دیگران آیا ضیافتم فرق کرد یا نه. اما همه اینا یک introduction، مقدمه بود برای بحث اصلی امروز. خدا شکر هیچ تلفنی صداش در نیامد. بستن در اون تلفن ها. در پاراشای ناسا در مورد یک فاجعه دیگه صحبت میکنه، در مورد فاجعه زن شوهرداری که با مرد غریبه ارتباط برقرار میکنه و در پاسخ میفرماد ایش کی تسته ایش تو، شخصی که زنش منحرف میشه او معلبو و به او خیانت میکنه، مال نه فقط پشت کامپیوتر، بیرون از خونه و شاخب ایش اوتا و مردی با او همخوابه میکنه و نعلم این ایشا و از دید شوهرش پنهانه و نیسترا و هی نیت ما و تامه شده، چون اومده خودش رو با شخصی که نباید بود مرتبط کرده، تامه شده، ناپاک شده. اما پرابلم چیه؟ و اد این با هیچ شاهدی وجود نداره و هیلو نیت پاسا. اما این شوهر بعد از اینکه از وکیشن و تعطیلات میاد یک باره متوجه میشه، مثل موضوع چندین سال پیش، از وکیشن قرار بوده بره بیزنس تریپ، تو هواپیما ماشین یا هواپیما خراب میشه، میگن فردا میریم، بدون اینکه به منزل زنگ بزنه میاد خونه و آبر آلاب روح کن آن و میگه این شخص درش چی پدیدار میشه؟ این شوهر یه غیرتی ها کدت بی و قینه ایشتو و هی نیتما او آبر آلاب روح قینا و قینه دیشتو و میاد هشدار میده، اخطار میده بزنش، من نمیخوام تو با فلانی دیگه هیچ جا تنها باشی، بدون اختیاریه کاریو نمیشه کرد، اول قبلش اختیاریه میده، وارنینگ میده، حترام میده، میگه من نمیخوام با فلانی تنها باشی و هنوز سرپیچی میکنه و اون تنها میشه و شاهد برای اون داره که در اتاقی دربسته با هم بودن ولی هیچ شاهدی برای هیچ کاری نداره، پروفی نداره، چون نه شب این خوابش میبره و نه روز اون خوابش میبره. تورا میگه برای اینکه شالوم، صلح در خانواده برگرده، حتی با اینکه امکان داره که یک کدوم از اینها واقعا خطایی لغزشی ازشون سر زده و واقعا این بیخوابی و واقعا این استراب بجاست، هنوز هشم میگه من صلح رو بیشتر ترجیح میدم. دست زنتو بگیر پاشو بیا بیت همقداش پیش کوهن گادول و کوهن گادول اون مراسم رو رعایت میکرد، اجرا میکرد، آب و اسم هشم رو در کلف جای مینوشت و اون رو حسب شالوم در آب پاک میکرد، اون آب رو میداد به اون زن بخوره، قبلش بهش اخطار میداد، میگفت میدونی که اگر این رو بخوری و کاری کرده باشی مجازات خواهی شد، اگر میگفتش که من میترسم نمیخوام بخورم ولی اعتراف نمیکرد، میگفت نمیخوام بخورم، میگفتن اوکی چون ما هیچ دلیلی نداریم به خطای تو ولی از اون طرف هم هشدار شوهرت زیر پا گذاشتی، طلاق بدون کتوبا. کیفشو میدادن دستش، گتشو میدادن دستش، میرفت بیرون، چون نه شاهد داشتیم که خطا کرده ولی از اون طرف نمیخواست آب رو بخوره و سرپیچی از اخطار شوهرش کرده بود. انگار ساعت های مختلف داره این تلفن. اینجا تلفنش آلام کلاکه، آلام کلاک. در نتیجه اما اگر قبول میکرد
اون موقع بود که دیگه مسئولیتش خونش پا سر خودش بود. تو قبول کردی، اگر خطا نکردی چه بسا باعث موفقیت میشه این آب، شفا بخش میشه چون خاصی صلح برقرار بشه، و اگر نه متاسفانه مجازات میشه. اما من سوال من این نیست برای این بحث، سوال من اینه که چرا بخواد یک زن شوهردار با یک شخص دیگه بیشتر از شوهرش تو پارتیا برخصه؟ چرا باید یه مرد زندار بیشتر با زن خودش، بیشتر با زنهای دیگه توی جمع گم بگیره؟ چرا؟ پوینت من اینه، سوال من اینه که از کجا شروع میشه که میبایست تا این حد به امکانات خودش بی احساس باشه، سرد باشه که کوچکترین گرمای اون رو به خودش جلب کنه. در پاسو میفرماد مکا توبل منا من اینیان. چرا میگه کی تیسته ایشتو شانو رباتینو این من افین نو افین اد شتیکانس باهن روح شتود. میگه تیسته رو نخون تیسته، سه رو بخون شین. تیشته یعنی از شته میاد، از دیوانگی میاد. میگه حامین میگن انسان به زنا، به بیعفتی رو نمیاره مگر به خاطر یک نقص فکری. ضعف احساسی نیست، این ضعف فکری، ضعف عقلی که درش روح شتود، یک باره یک روح جنبه دیوانگی و روانی درش پدیدار میشه. به حامی میفرمان که در میشله چی میگه؟ که میگه ایشا حسلب، میگه زن یا مردی که گرایش داره به بی‌عفتی حسلب، یعنی کم عقله. چون لب رو، قلب رو در خیلی از جاها به عقل، به جای عقل استفاده میکنه. حسلب یعنی کم عقله، یعنی انسان تا از نظر فکری چیزی براش کاملا سندیت نداشته باشه، هر نوع جلعی و کپی رو و جلعی رو قبول میکنه. تا مادامی که بدونه که این دیگه اصلشه، این نقاشی که من دارم اصله، سندیت پیدا میکنه، دیگه هر شبیه اون نقاشی هم بهش کپیش و جلش هم بهش نشون بدن، میگه نه من اصلشو دارم، چیکار به جلش دارم. بهم دلیل داد شل محمد لخ میفرماد من گنوویم نیمتاکو، آب دزدیده شده در دهان شخص شیرین تره. حالا همون آبه ها، ولی دفعه پیش پولشو داد این بطری آب رو خرید، 2300 هزار دلار براش خرج برداشت به خاطر یه لیوان آب، بعد از 6 ماه و 9 ماه و حالا ببینم نمیدونم چیکار کنم و فلان و اینا، حالا کالج دارم، حالا اینو دارم، اونو دارم. بعد از همه اینها که این لیوان آب رو خرید، میبینه اه، یه لیوان آب دست نخورده بی صاحب بدون هیچ خرجی اونجا گذاشته. من گنویم نیمتاکو، آب دزدیده شده شیرین تره، چون میگه مجانن به دست بوله، شیرینیش به اونه. با یک کلیک دکمه توی کامپیوتر به دست بولن، مجانی، راحتی، سادگی گناه، شیرینی گناه رو در انسان بالا میبره، در حالی که سختی گناه انسان رو از گناه دور میکنه، در حالی که آسونی میسوا، ارزش میسوا رو در نظر آدم میاره پایین. به هم دل پرکابود میگه مبادا که فقط پیش خودت بگی من دنبال میسواهای سختم، میسواهای آسون، حالا نوارخ گفتن، حالا پیرنسیسیت پوشیدن،
حالا براخای های سادما گفت من دنبال میسوای سختم، کسی رو از چاه نجات بدم، کسی از دره نجات بدم، من دنبال میسوای سختم، میسوای آسون هستم کسی انجام بدم. میگه مبادا که تو هیچ میسوای در نظرت کل، در نظرت آسون بیاد. همه میسواها رو انسان باید با شور و دل، با علاقه، با همت انجام بده. و اگر خدا من میسوایی رو برای من آسون کرده، خدا رو شکر، هر چهارشنبه میام اینجا جمع میشیم، یه زخوتیه که ما میتونیم میسوایی رو آسون نگه داریم ولی کسای دیگه نمیتونن میسوایی رو انجام بدن، شباته رو نمیتونن انجام بدن، کشروته رو نمیتونن، لاشونهارا رو نمیتونن و الی آخر. اگر کسی میبینه میسوایی براش آسونه، یه باره از میسوایی زده نشه، بری دنبال یه میسوایی سخت بگرده. خداوند به خاطر زخوت پدرانش یا آیندهش براش میسوا رو آسون کرده. به همین دلیل حخامه میفرمان خداوند تورا رو در میدبار داد. ربایی میخواستم خاتمه بدم. چرا در میدبار، در صحرا؟ چون بخاطر اینکه در صحرا انسان هیچ نوع وابستگی به هیچ کس دیگه نداره و تنها خودش و خدای خودش، و چون خودش و خدای خودش کانکشن برقرار میشه، تماس، ارتباط درونی برقرار میشه. به همین دلیل کوهن گادول میبایست بود تنها باشه در مقدسترین روز، روز کیپور، در مقدسترین جا کدش و کداشیم و اصلی ترین تفیلا رو با خداوند خونه. اگر همچین روز مهمی، بیا میلیون ها نفر بیرون منتظرتن توی بیت همقداش، بلند بگو این تفیلا رو که همه آمن بگن. اگر میخوای با خداوند اتصال و کانکشن برقرار بکنی، تنهایی بدون وابستگی به هیچ کسی. به همین دلیل خداوند آدم آریشون رو، آدم اولی رو تنها آفرید که اول خودش باش تماس برقرار بکنه، بعد حوا رو آفرید که با حوا با هم دیگه زن و شوهر تماس برقرار بکنه بدون هیچ کسی دیگه، تو زندگیشون، تو فکرشون و تو قلبشون. به همین دلیل شاید 30% دلیل اختلافات خانواده‌ای که ما می‌بینیم و جدایی‌ها و از هم پاشیدگی‌ها متأسفانه 30%ش تقصیر خودشونه، 70%ش به خاطر پرونده‌های قبلیه که تو فکر و خاطر و قلبشون هست، وابستگی‌های قلبی که هنوز اثرش و لکش و جای پاش هنوز در فکر و ذهن و قلبشون باقی مونده. کسی که بالاخره عمری فلان هم کلاسی رو داشته، فلان هم کالجی رو داشته، فلان هم کار رو داشته، فلان شریک رو داشته، فلان هم سفر رو داشته، بعد از عمری حالا تصمیم میگیره که بیاد یک کدومو تو بازی شطرنج انتخاب بکنه. همه مهره ها رو که نمیتونه بذاره کنار یک دفعه و یک شبه، که هنوز همه مهره ها که تو زندگیش بالاخره یک رولی بازی کردن هنوز تو ذهنش هست، هنوز بالاخره یه پناهگاهی هیرندر داره، یه مخفیگاهی در نظر فکر و قلبش هست که هر موقع که بخواد در اون پناهگاه، در اون مخفیگاه قلبی و فکری رجوع میکنه. در نظر دیگه هیچ خلوت و تنهایی باقی نمیمونه برای هیچ کسی که بخواد کانکشن و اتصال خودش رو تنها بکر، دست نخورده، ناب برقرار بکنه. مخصوصا با این همه امکانات مخفی تلفنی و اینترنتی که وجود داره، کیه که واقعا دیگه فکر و قلبش کاملا پاک، طلای ناب مونده باشه که بخواد یک طلای دیگه رو به خودش وابسته بکنه و یکی بکنه؟ هیچ موقع چوب و آهن رو نمیشه به هم دیگه چسبونه. کسی که قلبن، فکرن تغییر حالت داده، چوب شده، کسی که نظر فکرن، قلبن دیگه تغییر حالت داده، چطور؟ در نتیجه در گمارا میگه
شخص حتی شده دخترش به سن بلوغ میرسه نوکرش رو عبد یعنی غلامش رو آزاد بکنه که یعنی بشه جزء افراد معمولی دخترش رو به عقد اون بده یعنی تا این حد نباید هیچ نوع وقفه ای تا داره خمیر برمیاد بعد زودی گذاشته تنور هیچ وقفه ای در ازدواج جوانان نباید پیش بیاد چرا؟ چون اون وقفه متاسفانه نقص به بار میاره امروزه یا از قدیم تو گمارا میگه بچه نوزادی که گریه میکرد چجوری آرومش میکردن شیر نداشت شما گفتی پسونک پاسیفایر قبلا یه تیکه چوب میذاشتن تیکه سنگ میذاشتن تو دهن بچه چوب که بمکه کشمش نه بچه نوزاد کشمش میذاشتن تو پارچه آها کشمش پارچه یا به قول شما گلزنک آیا این پاسیفایر گلزنک جای شیر مادر رو میگیره اصلا چیزی ازش عاید میشد هر چقدر این نوزاد بمکه این بچه بمکه یا بعضی انگشتشون رو میمکن بچه ها دیگه مقدار سن نوزادهای بالاتر چیزی آیدش نمیشه فقط سرگرمش میکنه گلزنگه هر چقدر ما بزرگتر میشیم پاسیفایرمون گلزنگمون فرق میکنه طرف تو چه سنیه هنوز یک پاسیفایرهای یک گلزنگهایی توی زندگیش داره که اصلا کسر شأنه فکر اینه که چنو ماشینی داشته باشه چنو سلفونی داشته باشه چنو آرایشی داشته باشه چن وکیشن چه در حالی که تو این سن دیگه بعد فکر به اصل زندگی دیگه بعد به پردازه نه دیگه به فرعیات در نتیجه حخامی میفرمان کی تیسته ایشتو تمام ایدیای انحراف متاسفانه از این میاد که انسان دیسترکت میشه و دیگه فکرش خوب کار نمیکنه حواسه پرت میشه حالا میتونه هر انحرافی تو زندگی باشه به همین دلیل بالاترین کمکی که تورا تو زندگی ما میکنه چی؟ اجازه نمیده که انسان دیسترکت بشه بالاترین کمکی که تورا تو زندگی بچه ما ترسیز که میذاره اینه که اجازه نمیده تا اونجایی که ما به تورا اجازه بدیم تورا اجازه نمیده که ما دیسترکت بشیم بچه همون دیسترکت بشن حواسشون به فرعیات و پرتیات بره هنوز حواسشون به درسشون باشه حواسشون به زندگیشون باشه اصل زندگی رو دنبال بکنن برای اصل زندگی نق بزنن نه برای فرعیات به هم در تمام آیدیا چیه؟ که انسان صلح رو با صلح نگر میداره موقعی که درونن صلح داشته باشه حواسش جمع باشه هیچ نوع طمعی و هوا و هوسی درش آزارش نده هشم کمک کنه که به زدش مون درجه برسیم.